درود به همراهان عزیز و شریف آهن ملل، من سامیار سرافرازم با تحلیل بازار فولاد در هفته اول دی ماه در خدمتت هستم. با من بمون لطفاً، لایک، کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه. برو بریم. دلار این هفته از 49900 تا 50350 تومان رفت و مجدداً برگشت روی مرز 50000 تومان. از اتفاقات مهم این هفته بگم. روز چهارشنبه بالاخره مجلس لایحه بودجه رو تایید کرد، لایحه‌ای که کم حاشیه نداشته. تیم اقتصادی دولت فاخر که این لایحه رو تدوین کرده که معرف حضور همه هستن، ولی خب توی مجلس هم ما کم کارشناس اقتصادی نداریم. میدونی که کمتر از 10% از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 11 اقتصاد خوندن. از 45 نفر عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم فقط 3 نفرشون اقتصاد خوندن. جالبه کسی که جامعه شناس و تاریخ اسلام خونده میتونه عضو کمیسیون اقتصادی باشه، ولی وزیر سابق اقتصاد رو اونجا راه نمیدن. اینا رو میگم که بدونی چرا بهترین اقتصاد دنیا رو ما داریم. کجای دنیا ماشین میخری 10 میلیون، 10 سال سوارش میشی، داغونش میکنی، میفروشی 130 میلیون. حالا شما هی برو دانشگاه اقتصاد بخون، اگه تونستی همچین فرمولی در بیاری. بی خود نیست یه دز مسئولین خدوم، مدرک تحصیلی براشون مهم نیست، شما هم برات مهم نباشه. اقتصادم نمیخواد بخونی چون نه کار گیرت میاد نه میتونی باش اقتصاد مملکت رو اداره کنی. یه آمار جهانی بدم بهت. میزان حقوق نیروی کار توی ایران طبق آمارهای بین المللی رتبه دوم از آخر رو داره. قبل از ما با ارفاق ونزوئلا است. کشورهای دوست و همسایمون حقوق نیروی کارشون خیلی بالاتر از ماست، ولی خب ما ابرقدرت منطقه ایم. از اون طرف خیلی از واحدها و کارخونه های بزرگ توی استانها نیروی کار میخوان، اما چون حقوق های خیلی فاخری میدن کسی تمایل نداره بره اونجا کار کنه. اوناییشون که ماشین دارن ترجیح میدن برن توی این تاکسی های اینترنتی کار کنن. هیچ بعید نیست اقتصاددانهای باسواد دولت بیان درآمد تاکسی‌های اینترنتی رو کاهش بدن یا مالیاتشون رو بیشتر کنن تا دیگه کسی نره سمتشون و مجبور بشن بیان توی واحدهای تولیدی کار کنن. شاید باورت نشه، ولی طی یک سال گذشته کسایی که روی ماشین و دلار و طلا و ارز دیجیتال و مسکن سرمایه گذاری کردن، سودی که انتظارشو داشتن نکردن. این بد نیستا، نشون میده قیمت‌ها بجز توی بازار ارز دیجیتال که دست ما نیست کنترل شده، ولی بازار گوسفند خیلی افسار گسیخته بوده. یعنی اگه پارسال میتونستیم گوسفند بخریم تا الان 65% سود کرده بودیم. فکر کنم یواش یواش دلال‌های گرامی باید از بازارهای مالی به گوسفند چرانی کوچ کنن. تو این مملکت هم خدا رو شکر دور از جون مردم عزیز و شریف کم گوسفند نداریم. خلاصه که نون تو گوسفنده الان. بریم سراغ بازار آهن و فولاد. هفته گذشته گفتیم که قرار شد دوباره عوارض صادراتی توی بخش معدن اعمال بشه که این هفته خیلی‌ها اعتراض کردن و درخواست لغو این ابلاغیه رو به وزارت صمت دادن. یه آمار جهانی هم این هفته داشتیم که ایران کماکان در جایگاه 10 تولید فولاد جهانه. پیشرفتی نداشتیم، اما تا سال 1404 طبق سند چشمنداز جایگاهمون باید بیاد زیر 8. یه چیزی که تو این باید و نبایدهای فولادی در نظر گرفته نشده اینه که تقاضای جهانی فولاد رو به کاهشه، چون مصالح ساخت و ساز داره عوض میشه. دور نیست روزی که خیلی از سازه ها رو بدون نیاز به مصالحی که الان داره استفاده میشه با یه پرینتر 3D بشه تولیدش کرد. سال 2023 3-4 روز دیگه تموم میشه و سال 2024 میتونه حداقل برای بازار فولاد سال سختی باشه. انجمن آهن و فولاد چین توی یه گزارشی گفته از اونجایی که شرایط تجاری کل بازارهای جهانی خوب نیست، احتمالاً صادرات فولاد چین با چالش‌های زیادی روبرو باشه. بازار آهن داخلی این هفته تقریباً روند ثابتی داشت و تحرک زیادی رو ندیدیم. قیمت اکثر مقاطع ثابت بود. البته بماند که فولاد مبارکه عرضه‌هاشو کم کرد و بازار ورقی یه ذره سردرگم شد
و نرخ میلگرد هم آخر هفته یه مقداری کاهشی شد. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران یه راهکاری داده برای مدیریت بازار ورق، اینکه قیمت پایه ورق گرم رو توی بورس کالا اصلاح کنن. اینجوری علاوه بر فولاد مبارکه، بقیه واحدهای تولیدی ورق گرم هم میتونن محصولات خودشون رو عرضه کنن. از طرف دیگه یکی از معضلات بازار نبود نقدینگیه. قطعی گاز هم که شروع شده و خیلی از واحدهای تولیدی خسارت دیدن. مثلا سهمیه گاز شرکت فولاد هرمزگان رو کم کردن، درآمدش کم شد و روی سهامش تأثیر کاهشی گذاشت. معضل دیگه دخالت‌های دولت کارکشته است که میاد قیمت‌های دستوری تعیین می‌کنه. تولید کننده داره خرج میکنه ولی دولت بهش دستور میده که چقدر بفروشه. این یعنی قیمت ها به صورت دستوری پایینن و منتظر بهونه و جرقه است تا منفجر بشه. و اما پیشبینی احتمالی ما از هفته آینده روندی مشابه همین هفته است، ثابت همراه با نوسانات جزئی، ولی با توجه به چیزهایی که گفتم هرچی پیش میریم احتمالاً شیب افزایش قیمت ها بیشتر میشه. تو نظرت چیه درباره بازار فولاد، اقتصاد کشور و دلار؟ توی کامنت ها بنویس لطفاً، لایک کن و برای دوستانت هم به اشتراک بذار. خیلی مخلصم و به امید روزهای خوب برای ایران و ایرانی.